روز آینده. آقای محمد عزیزم، تلفن ارسال جزوه‌ام برای من اگر که محبت کنید بنویسید روی کاغذ، من اینجا برای بچه‌ها بذارم ممنون میشم. آقا چجوری میشه مسئله شیمی حل کرد؟ روش حل مسئله های شیمی چیه؟ خب خوب دقت کن، برای حل مسئله شیمی باید چی کار کرد؟ بچه ها اولین قدم برای حل مسئله اینه که فرمول واکنش رو بنویسیم. خب خدا رو شکر فرمول واکنش رو توی کنکور به شما میدن. حالا البته ما در کلاسمون، در ادامه کلاسمون، به حدی وقتی که میخوایم به نقطه جوش برسیم به حدی خواهیم رسید که دیگه نیازی به، حتی اگر مثلا سال کنکور 99 واکنش رو ندادن بازم ما بلدیم، ولی چون دیگه تو 1400 تقریبا واکنش ها رو بیشترش رو دادن و ما هم بنا رو برای میذاریم که واکنش خیلی حفظی نیست، پس واکنش نوشته شده. کاری که شما باید انجام بدین چیه؟ اینه که واکنش ها رو موازنه کنید. پس برنامه شما موازنه واکنشه، که موازنه رو کی درس دادن؟ فرست کلاس دو، قسمت دوم کلاس. حالا من میخوام براتون با فرض اینکه موازنه هم بلدین، مسئله حل کردن یاد بدم. به سوال اول توجه کنید، تو جزوه‌تون گفته از واکنش 8 گرم بروم با هیدروژن چند مول هیدروژن برومید حاصل میشود. هیدروژن به علاوه بروم میشود هاش بیار. خب دیگه ایشالا که هیدروژن رو میدونیم، هیدروژن هاش دوه، بیار دو هم که بروم بیار دوه. موازنه میکنید واکنش رو. خب الان سمت چپ شما یه دونه دوتا هیدروژن دارین، سمت چپ دوتا بروم دارین، یه دو بذارین پشت هاش بیار درست میشه. آقا اجازه بله بفرمایید، من همین اول مشکل دارم. من اگه خودم میخواستم واکنش رو بنویسم شاید به جای هاش دو مینوشتم هاش. اولا که شما نیازی نیست واکنش رو بنویسید، این یک. و دوم این که خودتون اگر بخواین اطلاعات داشته باشید، خب من نکته رو من اینجا همین ابتدا بگم خدمتتون، نکته مهمو ببین، 7 تا مولکول هستند. نکته 7 مولکول داریم H2 O2 N2 و هالوژنا F2 Cl2 Br2 و I2، 7 مولکول اینا به صورت دو اتمی هستند، به صورت دو اتمی هستن بچه‌ها. اینا این 7 تا مولکول به صورت دو اتمیه. یعنی هر وقت مثلا به شما میگم مولکول هیدروژن یا گاز هیدروژن باید هاش رو بنویسید. خب واکنش رو نوشته موازنه هم کرده. بسیار عالی. یه واکنش دیگه ببینید، سوال دو. آقا حل نشد که الان حل می‌کنید. سوال دیگه، آقا مثلا پروپان گفته از سوختن 5 گرم پروپان چند گرم کربن دی اکسید ایجاد میشه. آقا من اصلا نمی‌دونم پروپان چیه. ببین، من اینا رو یکی از قواعد کلاس ما داشتن خودکارهای رنگی و ماژیک‌های رنگی بیشماره. اگر شما یه دانش آموز صفر مطلق هستین، درسته که در آینده ما یا مثلا بچه 11 هستی، میخواد تازه بری 11، میگی که پروپان اصلا نمیدونم چیه. پروپان رو تو شیمیالی من درس میدم. خب اما پروپان 3C8H8ه. بنابراین تو با ماژیکتون هایلایت می‌کنی، میگی آقا من فعلا بدونم پروپان 3C8H8ه تا بعد درس بده بهم. ولی خب آقا یه کاری بکنم تو این هفته چی بخونم، همینا رو بلد باش، هرچی که من هایلایت کردم و بدون پروپان 3C8. آقا این واکنششه، موازنه میکنیم، یه یک میدیم پشت سر پروپان، سه تا کربن سمت چپ دارین، یه سه میدیم به این، هشت تا هیدروژن دارین، یه چهار به این میدیم و یه پنج هم به اکسیژن. عرض کردم موازنه الان مورد بحث ما نیست، هم قبلا گفتیم هم بعدا میگیم. واکنش نوشته شده، موازنه میشه. خب بعد از اینکه واکنش رو داشتید و موازنه شده داشتین، حالا باید بیاین معلوم و مجهول مسئله رو، دقت کن، معلوم و مجهول مسئله رو زیر فرمول بنویسید، زیر هر ماده ای. ببین خوب دقت کن، در مسئله شما یه مقدار معلوم وجود داره، یه مقدار مجهول. مثلا گفته 100 مول از این ماده چند گرم از اون ماده، گفته 10 مول از این ماده چند مول از اون ماده. توجه میکنی؟ مثل این سوال که گفته 8 گرم بروم چند مول هیدروژن برومید. دقت کنین، مقدار واحدهای مقدار، هر واحدی واسه مقدار باشه زیر خود اون ماده می نویسین. مثلا بچه ها جون الان اینجا نگاه کنین، گفته 8 گرم بروم، اینجا زیر بروم می نویسن 8 گرم. گفته چند مول هیدروژن برومید ایجاد میکنه،
زیر هیدروژن برامید دقیقا زیر خودش می‌بینیم 21 مول گرم مول واحدش رو نوشتیم. خب سوال بعدی میگه 5 گرم پروپان، زیر پروپان می‌نویسم 5 گرم چند گرم کربن دی اکسید درست می‌کنه؟ زیر کربن دی اکسید می‌نویسم x گرم. حالا هر واحدی داشته باشه می‌تونیم بنویسین، چه واحدش مول باشه، چه واحدش گرم باشه، چه حالا هر واحد دیگه ای، همه رو با واحدشون زیرش می‌نویسین. خب حالا فقط نگاه کن واحد شما کلن، ببین تمام واحدهای شما یکی از ایناست که من فقط یکی یکی اینا رو میخوام مدل مثالاشو بگم. ببین یکی از ایناست، اینجا رو قشنگ نگاه کن، واحدهای شما یا ممکنه مول باشه مقدارت، مثلا 2 مول بود، 8 مول بود یا 1 مول بود، بعد 3 تا واحد هم هست، مولکول گرم، اتم گرم، یون گرم، مثلا میگه 2 مولکول گرم. این 3 تا واحد تو کتابتون نیستن، ولی خب به گهگداری تو تستایی که خورده سخت‌تر میشه دیده میشه، ما یه دفعه یادش میگیریم بره. آقا امشب میخوایم جمع کنیم بره مسئله استو که بیس و پایه همه مسئله هاست، هر مسئله دیگه هم بخوام بدن، اسید باز میخوای یاد بگیری بعد استو بلد باشی، محلول میخوای یاد بگیری بعد استو بلد باشی، هر مسئله بخوام بدن از همینه. یکی از این واحداست. آقا این مولکول گرم، اتم گرم، یون گرم معادل مول، خود کلمه مول هم همینطور، کلمه حجم اگر به عنوان